سلام و درود به تمامی همراهان لذت داستان ما اینجا هر شب براتون یه اوسنه میخونیم امشب میخوام قسمت پنجم از داستان سمک ایار رو براتون بخونم توی قسمت قبل با هم شنیدیم که خورشید شاه پسر مرزبان شاه شاه حلب عاشق محپری دختر فقفور شاه چین میشه به خواستگاریش میاد فرخروز روز برادرش اسیر دایی جادوگر میشه و خورشید با ترفندی اون رو نجات میده. داستان آشنایی خورشید با سمک ایار و شغال پیلزور رو با هم شنیدیم و دیدیم که سمک چه جان فشانی هایی برای خورشید انجام داد و چه حیله هایی به کار برد تا قطران پهلوان قوی هیکل سپاه ماچین رو اسیر کنه. داستان رفتن سمک ایار به قلعه شاهک دیدن محپری و حیلهی که اون کار برد تا مغوغر پسر دایی جادوگر و تمام همراهانش رو از بین برد تا قلعه رو به محپری بسپره و با خیال راحت پیش خورشید شاه برگرده در همون حین قزل ملک هم نامهی به پدرش فرستاد و از پادشاه ماچین درخواست کمک کرد پادشاه ماچین هم سپاه بزرگی به همراه سه پهلوان به سمت چین حرکت داد تا به کمک قزل ملک برند. در این میان دو ایار از کشور ماچین به نام کانون و کافور قصد کردند که به سپاه خورشید شاه برند. سمک ایار و شغال پیلزور رو بکشن و خورشید شاه رو به اسارت ببرن. این خبر که به خورشید شاه رسید سمک ایار در جمع حاضر بود رو به جمع گفت قول دادم که برای کمک به آتشک به ماچین برم پس شما حواستون رو جمع کنید تا اسیر کانون و کافور نشید خورشید شاه نامی به فقفور شاه نوشت و از اون درخواست کمک کرد فقفور هم مهران رو با سپاه و طلای بسیار راهی کرد تا به کمک خورشید شاه بیاد اما در این میان مهران هیله جدیدی به کار برد اگر میخواید ادامه داستان رو بشنوین فراموش نکنید حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر ما رو سابسکرایب ندارید حتما همراهیمون کنید تا هر شب شنونده یکی از زیباترین افسانه های ایران زمین باشید آمدن مهران وزیر به لشکرگاه مهران وزیر پیش از آنکه که روی به راه نهد نامه ای به قزل ملک نوشت. در آن نامه احوال همه را بگفت. از نامه خورشید شاه به فقفور، از گرفتن و به بند کشیدن قطران و گرفتن قلعه شاهک و کشتن مقوقر و از کمک خواستن خورشید شاه از فقفور. در پایان نامه گفت اکنون من با ده هزار سوار و مال فراوان به راه افتادم. در فلان جای منتظر شما می باشم. آهسته میرانیم تا تو که قزل ملکی لشکر بفرستی و با ما مساف دهی و همه لشکر ما را بکشی و مرا هم اسیر کنی که مال بسیار با من است و حیف باشد که این همه مال به خوشید شاه برسد مهران وزیر نامه را مهر زد و به دست مردی به نام رمو داد به او گفت از راه یا بیراه می روی و هرچه زودتری نامه را به قزل ملک می دهی. رمو نامه را گرفت. بر اسبی تند پای نشست و به راه افتاد. مهران وزیر هم نرم نرمک با لشکر می رفت. از قضا سیاه گیل که از پهلوانان سپاه خورشید شاه بود و با تعدادی سوار از دره بقرایی به طرف لشکرگاه خورشید شاه به کنار چشمه ای رسید و سپاهش فرود آمدند ناگاه از گوشگی بیابان گردی برخواست سیاهگیل نگاه کرد آهوی دید که به طرف مرغزار می دوید سیاهگیل بر اسب نشست و گفت می این آهو را سید می کنم و بر می گردم سیاهگیل از تختا به تپه رسید آهو بران بالا رفت و بر پشت آن گم شد سیاهگیل به دنبال آهو از تپه بالا رفت و نگاه کرد. آهو نبود. اما مرد دید که چون باد می آمد. این مرد همان رمو بود. این مرد همان رمو بود. فرستادی مهران وزیر. سیاهگیل بانگ بر رمو زد. کیستی و از کجا میایی؟ چرا به بیراه می روی؟ رمو با خود گفت. اگر بفهمد که من کیستم و از کجا میایم و به کجا میروم مرا هلاک میسازد بهتر آن است که تدبیری کنم و بگویم که به لشکر خورشید شاه میروم از آنجا بهتر میتوانم به لشکرگاه قزل ملک روم این بود که چون به سیاه گیل رسید گفت از چین میایم از پیش شاه فقفور مهران وزیر با دوازده هزار سوار در راهند میروم تا خوشید شاه را خبر کنم که لشکر به استقبال مهران فرستد. سیاه گیل پنداشت که راست می گوید. او را بر پشت اسب خود نشان تا به چشمه رسید. رمو همراه سیاه گیل به لشکرگاه خوشید شاه رفت. خدمت کرد و احوال بگفت. خوشید شاه به سیاه گیل فرمان داد که چهار هزار سوار همراه کند و به استقبال مهران برود. در فرصتی مناسب رمو بگریخ به لشکرگاه قزل رفت. نامه را داد و احوال معلوم کرد. سلیم و قطور از پهلوانان قزل حاضر بودند. قزل گفت با دوازده هزار سوار بروید و چنان کنید که مهران وزیر گفته است. او را نیز بگیرید و بند بر او نهید و به اینجا آورید. در همان حال سلیم و قطور آماده رفتن شدند. رمو که همراه سلیم و قطور بود به ایشان گفت از بیراه برویم که لشکر در راه پراکنده است. مبادا از رفتن ما آگاه شوند. همه به دنبال رمو می رفتند تا به نزدیکی لشکرگاه مهران رسیدند. مهران وزیر مکری به کار میزد و غذا و نوشیدنی هایی به سواران خود میداد تا سنگین و خابالود شوند. این کار از آن جهت بود که هرگاه لشکر قزل ملک برسد سواران او در خواب باشند و توان جنگیدن نداشته باشند و چنین هم شد. آنگاه که لشکریان سلیم و قطور رسیدند سواران مهران همه در خواب بودند. سلیم و قطور لشکریان خود را به چند گروه تقسیم کردند تا گرداگرد سپاه مهران را بگیرند و ایشان را فرو گیرند. آنگاه دست به شمشیر برند و هر که را یافتند بکشند. در کمتر از نصف روز سپاه مهران در هم شکسته شد. مهران نیز در بند شد و آنچه مال و سیم و زر همراه آنها بود گرفتند. اسیران و مالها را همراه کردند تا به لشکرگاه قزل ملک ببرند. از غذا در بین راه، سیاهگیل با چهار هزار سواری که به پیشواز مهران می رفتند آنها را دیدند. سیاهگیل سواری فرستاد تا خبر بیاورند که اینها کیستند. آن سوار رفت و بازگشت و گفت لشکر از آن قزل ملک است. سرداران سپاه سلیم و قطور هستند. آنها سپاه مهران را شکسته خود او را در بند کردند. سیاه گیل یکی را نزد خورشید شاه فرستاد تا احوال را بازگوید و خود به فکر چار جویی افتاد. خورشید چون احوال را شنید سام پهلوان را با هشت هزار سوار روانه کرد. و به دنبال آنها فرخ روز را با چهار هزار مرد جنگی چون دو لشکر سام و فرخروز رسیدند سواران سیاه گیل در حال جنگ بودند سپاه فرخروز و سام به کمک آنها رفتند در کمتر از نیم روز شش هزار مرد جنگی از سپاه سلیم و قطور به هلاکت رسیدند سلیم و قطور پهلوانان سپاه قزل ملک در بند شدند فرخ روز بفرمود تا مهران وزیر را آزاد کردند. سلیم و قطور چون خود را در بند دیدند، رو به فرخ روز گفتند ای پهلوان، سخنی است که باید با تو در میان نهیم. فرخ روز گفت بگویید. قطور گفت ای پهلوان، این مهران وزیر است که باید در بند باشد و سیاست شود. همه این فتنه ها کار اوست، او ما از ماچین به اینجا کشانید و این همه کشته کار اوست. همه این دشمنی ها کار اوست. کشته شدن ایاران کار اوست. این مهران وزیر بود که نامه به قزل ملک نوشت و گفت که من در راهم. بیایید تا تسلیم شما شوم و لشکر تسلیم شما کنم. ما هم آمدیم. اینها همه در خواب بودند. فروخ روز گفت ای پهلوان اینها که میگویی راست است آیا دلیل داری قطور گفت دست در ساق موزه من کن و نامی مهران را بیرون بیاور فرخروز نامه را از ساق موزه قطور بیرون آورد نامه مهران وزیر بود که به قزل ملک نوشته بود و گفته بود که من در راهم شما به فلان جایی و مرا هم در بند کنید فرخروز رو به مهران کرد و گفت این چه کار بود که کردی مهران گفت دروغ میگوید این کار من نیست قطور گفت ای بعد کاره آیا تو نبودی که نامه نوشتی و زن و دختر خود را نزد ما به گروگان فرستادی؟ فرخروز روز چون شنید که مهران زن و دختر خود را نزد قزل ملک فرستاده فرمود تا او را دربند کردند و همراه قطور و سلیم نزد خورشید شاه فرستادند چون این سه به لشکرگاه خورشید رسیدند خورشید شاه از مهران پرسید مگر من با تو چه کرده بودم که این همه فتنه در عالم انداختی مهران سر به زیر انداخت ارغون سرچوپان گفت این ستم را به دره بغرایی بفرستیم در بند کنیم تا از جنگ فارغ شویم خورشید شاه پذیرفت دویست سوار ایشان را به دره بغرایی بردن تا دربند بند کنند خبر به قزل ملک رسید که قطور سلیم و مهران را به دره بغرایی بردن تا در بند کنند. قزل ملک ناراحت شد. پهلوانان را خواند و احوال را با آنها در میان نهاد و آخر پرسید تدبیر چیست و چه باید کرد؟ کانون و کافور که در آن جمع حاضر بودند رو به قزل ملک گفتند ای شاهزاده ما برای کار دیگری آمده بودیم اما حال که چنین شده و این مهم پیش آمده است دنبال این پهلوانان برویم و ایشان را از بند بیرون آوریم قزل ملک ایشان را آفرین گفت کانون کالایی چند بخرید و بار شتوران کرد و به طرف دره بغرایی راه افتادند چون به دره رسیدند بارها بر زمین نهادند و آواز دادند که مالها فروشی است و در پی خریدار منتظر نشستند اقوام و ساکنان ارغون که در درده بودند نزد کانون آمدند تا مالها را بخرند در میان آنها پیری بود که مهتر بقرایان بود کانون با او دوستی آغاز کرد و مالها را به او فروخت پیر بقرایی دست کانون را گرفت و او را به سرای خیش آورد او را بر سر سفره خود نشاند چون نان خوردند کانون گفت من آواز دری بغرایی را زیاد شنیده بودم اکنون دستوری بده تا اینجا را تماشا کنم پیر بغرایی یکی از خدمتکارانش به نام سمران را همراه کانون کرد تا همه جای دری بغرایی را به اون نشان دهد وقتی آنها به در خانه ارقون رسیدند کانون پرسید این سرای کیست؟ که از سنگ تراشیده شده است و درگاهی عالی دارد و قفلی گران بر آن افکندند. سمران گفت این سرای ارقون است. او اکنون در لشکرگاه خورشید شاه است. چند تن از پهلوانان سپاه دشمن در اینجا در بند شدند. کانون به آنچه مقصود بود رسیده بود و دیگر چیزی لازم نداشت. برگشتند و به سرای خود رفتند. چون شب شد، کانون و کافور به راه افتادند و به در سرای ارغون رفتند هیچ کس آنها را ندید دیوارها را نگاه کردند هیچ سوراخ و روزنی نداشت قفلی بزرگ بر در بود کانون مرد زورمند بود چنان که می توانست گردن پیلی را با یک دست بشکند پس دست بر قفل گرفت و آن را پیچان تا قفل شکست و در خانه باز شد داخل شدند و همه جا را گشتند هیچ کس نبود کانون گفت ای کافور بدان که اینجا خالی نیست به زمین نگاه کن باید دری پیدا کنیم همه جا را گشتند دری دیدند آهنین و قفلی بر آن زده کانون دست برد قفل را گرفت و آن را نیز به شکست در باز شد نردبانی پیدا بود پای بر پله های نردبان نهادند و پایین رفتند. قطران، قطور، سلیم و مهران که در خواب بودند بیدار شدند و ترسیدند. یکی گفت در این نیمه شب با ما چه کار دارید؟ ما را نکشید. کانون گفت نه ای پهلوانان. ما برای نجات شما آمده ایم. من کانونم. قطران چون نام کانون را شنید خورم شد و گفت ای پهلوان ما را آزاد کن کانون سوهان برگرفت و بند از دست قطران باز کرد آنگاه قطران به کمک کانون و کافور آمد و بند از دست و پای دیگران نیز باز کرد همه گی از زیر زمین بیرون آمدند قطران چون خود را آزاد یافت به و گفت باید سلاح به دست آوریم کانون گفت فرمان بردارم کمی صبر کنید تا برایتان اسب و سلاح بیاورم کانون بیرون رفت چهار اسب و چهار سلاح بیرون بیاورد و به ایشان داد آنان جامه پوشیدند بر اسبها نشستند و به طرف لشکرگاه به راه افتادند یک روز راه رفتند چون شب در رسید به لشکرگاه رسیدند لشگریان خورشید شاه در خواب بودند آنها بلشگریان تاختند و نعره زدند و تیغ برگشودند و با چهار هزار سوار در آویختند. ایشان که در خواب بودند دوست را از دشمن باز نمی شناختند. قطران و قطور و سلیم هر کس را که میدیدند دیدند می سیاهگیل خود به میدان آمد اما قطران با نیزه بر وی زد و او را انداخت. سام پهلوان برسید و با قطران در آویخت. خواست بر قطران ضربتی زند که قطور از پشت رسید و گرزی بر کتف سام زد. خبر به خورشید شاه رسید که بر لشکر شبیخون زدند و سیاهگی و سام را در بند کردند. خورشید شاه دلتنگ شد و پرسید اینها که بودند و از کدام سو حمله کردند؟ یکی گفت من شنیدم که یکی می گفت منم قطران، و دیگری می گفت منم قطور و سومی می گفت منم سلیم. خوشید شاه گفت مگر این سه در بند نبودند. همان دم ارغون را حاضر کرد و پرسید ای مرد مگر نمی گفتی که کسی نمی تواند از دره بغرایی بگریزد. حال چگونه این سه تن از بند گریختند؟ ارغون ساکت بود. خورشید شاه گفت ای ارغون دیدی چه شد؟ نباید به حرف تو اعتماد می کردم. پهلوانی که با آن همه زحمت در بند کرده بودیم از دست ما گریختند. از آن طرف قطران قطور و سلیم سیاهگیل و سام را همراه کردند. نزد قزل ملک رفتند. قزل ملک چون قطران را دید برخواست او را بغل کرد و احوال پرسید. قطران احوال و آنچه گذشته بود باز گفت. قزل ملک کانون و کافور را آفرین گفت که این کار تنها از دست او برمی آمد. پرسید حال بگویید که با این دو اسیر چه کنیم؟ قطران گفت ایشان را با نامه ای نزد ارمنشاه بفرست تا شاه را خوش آید. قزل ملک پسندید. نامه ای نوشت و همراه نامه سیاهگیل و سام را دست بسته به ماچین فرستاد. مهران وزیر که حاضر بود رو به قزل ملک گفت ای شاهزاده بودن من در اینجا هیچ فایده ای ندارد اما اگر نزد ارمن شاه باشم کارها رو به راه می کنم و ترتیب می دهم قزل ملک پسندید پس مهران زن و دختران را همراه کرد و به راه افتاد چون آنها رفتند قطران رو به قزل ملک گفت ای شاهزاده بفرمای تا امروز جنگ کنیم قزل ملک فرمان داد تا بر تبل زدند لشکر جملگی در مغز آهن پنهان شدند و روی به میدان نهادند خبر به خورشید شاه رسید که لشکریان دشمن سلاح برداشته به میدان آمدند او نیز فرمان داد تا سواران به میدان روند از هر دو سپاه سواران صف برکشیدند و تیغ ها از نیام درآوردند. از لشکر قزل ملک اول کسی که به میدان رفت قطران بود قطران نعره زد و آواز داد ای خورشید شاه مردان را خفته میگیرید شیر خفته را روباه تواند گرفت اگر مردی دارید به میدان فرستید از لشکر خورشید شاه سواری به میدان رفت برابر قطران ایستاد بانگ برو زد و گفت ای فرومایه این همه لاف و گذاف برای چیست؟ قطران از گفتار او در خنده افتاد و نیزهای بر سینه زد. جوان از اسب نگون سار شد. دیگری آمد. قطران او را نیز بیافکند. تا شست مرد هر که آمد همه را قطران بر زمین افکند. لشگریان خورشید شاه دلتنگ شدند. هیچ کس یارای میدان رفتن نداشت. قطران آواز داد. ای خورشید شاه این چونین به جنگ ما آمده ای؟ کسی به میدان فرست که ساعتی یارای جنگ داشته باشد کجا رفت آن فروخ روز که بیاید و مردی خود را نشان دهد خوشید شاه که دید کسی به میدان نمی سلاح برگرفت و پای در رکاب کرد تا به میدان رود فروخ روز انان اسب او را گرفت و گفت ای برادر تا من زنده ام نمیگذارم که تو به میدان روی خورشید شاه گفت ای برادر زمانی باش تا من در میدان روم و جواب دشمن بدهم فروخ روز گفت من میروم و جواب دشمن را میدهم اگر کشته شدم آنگاه تو به میدان رو روی به میدان نهاد برابر قطران ایستاد و گفت بیاور آنچه از مردی داری فرخروز نیزه در دست گرفت و بر نیزه قطران افکند ساعتی با نیزه جنگیدند چندان که نیزه در دستان دو پهلوان شکست پس دست به کمان بردند و چند چوبه تیر بر هم انداختند اما هیچ زخمی بر هیچ یک نیامد چون شب نزدیک بود هر دو دست از جنگ کشیدند قطران گفت ای فرخروز تا من پای در رکاب پهلوانی کردم پهلوانی مردانه تر از تو ندیدم امشب شاد باش که فردا باز آییم و جنگ را از سر گیریم کارهای شگفت سمک در ماچین از آن طرف چون مهران وزیر سیاهگیل و سام با دویست مرد جنگی به ماچین رسیدند ارمنشاه سوارانی به پیشواز مهران فرستاد تا همه را به کاخ وی برند چون این خبر به گوش مردم رسیده بود آنها به کوچه ها آمدند تا اسیران را تماشا کنند در بین این مردم مردی بود خمار نام که دوست سمک بود خمار چون شنیده بود که سیاهگیل و سام از پهلوانان سپاه خورشید شاه به اسیری آوردند به دیدن آنها آمده بود چون آنها را در بند دید خبر را به سمک ایار برد چند روزی بود که سمک و آتشک در ماچین بودند و در خانه خمار منزل داشتند. سمک به فکر چاره افتاد. روا نبود که یاران و دوستان او در بند باشند. پس سابر و سملاد دو تن از دوستان خود را گفت به در کاخ شاه روید و بنگرید که چه خواهند کرد. سابر و سملاد به در کاخ شاه رفتند. آنها در میان مردم ایستاده تماشا می کردند که سپاه به کاخ رسید و اسیران را پیش ارمنشاه آوردند. سنای ارمنشاه گفت و ادامه داد ای شاه این دو سوار از سپاه خورشید شاهند که باید سیاست شوند تا دیگران عبرت گیرند. ارمنشاه گفت اگر لازم بود که این دو کشته شوند حتما پسرم قزل ملک آنها را میکشت و نزد من نمیفرستاد ایشان را به زندان میاندازم تا آینده چه پیش آید اکنون کارهای مهمی است که باید انجام دهیم مهران گفت چه پیش آمده ارمنشاه گفت چند روزی است کسانی به شهر ما آمده و کارهای عجیب کردند پسران کانون را رو بودند بفل زندان ما را شکستند مهران گفت ای شاه بدان که این کارهای عجیب تنها از سمک ایار براید او به این ولایت آمده است اگر اینجا نبود کانون نمی توانست ما را از بند رهایی دهد من او را می شناسم و میدانم که تا چه اندازه رند و چالاک است ترسم که این دو پهلوان دربند از خورشید شاه را برو باید و به چین بازگرداند. ارمن شاه گفت دلا دار. من زندانی دارم که هرگز کسی نتوانسته از آن بگریزد و هیچ کسی نتوانسته به آن وارد شود. ارمن شاه زندانبان خود ترمشه را طلبید. ترمشه آمد و خدمت کرد. ارمن شاه گفت ای ترمشه دو زندانی دارم که از پهلوانان سپاه خورشید چاهند باید آنها را در بند نگه داری که ایاری در ماچین است میترسم که بیاید آنها را آزاد کند چنان که پسران کانون را بوده است ترمش گفت ای شاه از محکم بودن زندان خود میدانی و نیازی به گفتن نیست اگر جمله ایاران عالم جمع شوند نتوانند که وارد زندان ما شوند پس ارمنشاه سیاهگیل و سام را به او سپرد تا در زندان نگه دارد ترمشه آنها را به زندان برد و چنان که عادت بود هر دو را پنجاه ضربه چوب زد ضربت چوب ترمشه چنان بود که هر دو پهلوان بیهوش شدند و بر زمین افتادند سابر و سملاد که نازل گفتار ارمنشاه و مهران وزیر و ترمشه بودند باز آمدند و احوال را با سمک در میان نهادند سمک از غم بگریست بعد صابر و سملاد را گفت به در کاخ شاه بازگردید گوش دارید تا چه میگویند ببینید مهران وزیر کجا منزل میکند و آیا طلبکار ما هستند یا نه سابر و سملاد بازگشتند و به نظاره و تماشا ایستادند. مهران وزیر رو به ارمن شاه گفت ای بزرگوار شاه بفرمای تا دروازه های شهر را سخت نگهبانی دهند و هر کس در شب می رود و می آید بگیرند و سیاست کنند که سمک همه کارها را شب انجام می دهد. ارمن شاه گفت دلنگران نباش که پاسبانها زیادند و نگهبانها هوشیار پس خانه نزدیک کاخ مهیا کرد و مهران را با زن و دختران به آن خانه فرستاد او نگهبانها را بخاند به آنان امر کرد که سخت مراقب باشند راهها را ببندند به طوری که هیچ کس بی اجازه نرود و نیاید سابر و سملاد پیش سمک باز آمدند آنچه دیده و شنیده بودند باز گفتند سمک خاموش بود تا آنکه شب در رسید و تاریکی همه جا را پوشند پس رو به آتشک گفت برخیز که کار مهمی در پیش داریم آتشک همراه سمک به راه افتاد تا به نزدیک زندان رسیدند سمک گرداگرد زندان گشت جایگاهی بود همه از سنگ دیوارها آنچنان بلند که کمند به بالای آن نمی رسید و هیچ سوراخی در آن نبود آتشک گفت چگونه می خواهی بر این دژ شوی سمک گفت آری جایگاهی سخت استوار است بروم گشتی بزنم اگر راهی پیدا کردم میروم وگرنه باز می گردم سمک ساعتی پیرامون زندان گشت هیچ راهی پیدا نکرد حیرت کرد و فرو ماند در حال بازگشت بود که گرمابه ای را نزدیک زندان دید کهنه و از کار افتاده سمک به گرمابه داخل شد آتشک هم به دنبال او رفت در گرمابه چاهی بود سمک گفت ای آتشک درون این چاه می روم. شاید راه به زندان داشته باشد سر کمند را به دست آتشک داد و سر دیگرش را گرفت و به درون چاه رفت. چون به پایین چاه رسید، دید خشک است. راهی بود. در آن راه پیش رفت تا به دیواری رسید. سمک کارد برکشید و دیوار را شکافت. سوراخی در دیوار ایجاد کرد. باد خونکی از آن سوی دیوار به درون می آمد. سمک سرش را از سوراخ داخل کرد و آن سوی دیوار را نگریست. حیاتی بود با دیواری به بلندی چند گز در اطراف. سمک فهمید که آنجا حیات زندان است. ادامه داستان و ادامه کارهای شگفتانگیز سمک در ماچین را در قسمت بعد با هم بشنویم.